دوستان من هرس این درخت انجام دادم، حتما باید ابزار برشکاری، حالا من اینجا قیچی دارم، ضد عفونی بکنید. میتونید با محلول وایتکس یه ظرفی باشه، حالا بی سی تی هر چی که دم دستتون هست و راحت هستین، یک واحد وایتکس، 10 واحد آب، درخت به درخت دیگه یا هر شاخه آلوده ای که بود میتونید ضد عفونی انجام بدین، بذاری چند ثانیه داخل اون ظرف بمونه. دوستان ببینید درخت کلیلمون 1 ساله هستش. شما قطعش رو ببینید، اگه تو تصویر مشخص باشه بهترین شرایط هستش. امسال 4 تا چین از این درخت برداشت انجام شده. خب ببینید شاخه اضافه زیاد داشت، اواسط خرداد ماه هستش، از این به بعد هوا گرم میشه. ما اولین کاری که میکنیم خب هرس رو انجام میدیم. انجام دادن هرس به این شکل هستش که ما تنه جوش ها و پا جوش ها اینا رو از پایین حذف میکنیم. داخل تاج درخت رو نگاه کنید، من این شاخه رو نگه داشتم، مثل این شاخه های نازک اینا در آینده حذف میشه، هرس زمستونه اینا رو میذارم باشه که آفتاب ظهر مستقیم قسمت داخل تاج درخت باعث آفتاب سوختگی تنه و آسیب درخت نشینه. خب این شاخه نازو گذاشتم بسیم داخل درخت باشه، اینا رو من حذفش نکردم. بعد شاخه هایی که به سمت داخل بود و قطور مثل این شاخه، اینا رو من حذف کردم. بعد شاخه هایی که زیاد به سمت بیرون میرفت، شاخه های قطوری هم هست، اینا رو سرزنی کردم تا از زیر شاخه های فرعی زیاد بمونه، بده شاخه های فرعی قطور که محصول درشت‌تر بهتر و از طرف درخت مقاوم تر میشه. نکنید این شاخه رو ما سرزنی کردیم، مصرف کننده بود، ما از این شاخه های خوب و قطور میخواییم. اینجا ببینید تقریبا 4 تا شاخه بود، دوتای وسط رو زدیم. نکنید جهت های مختلف درخت تو هدایت کردیم، جهت های مختلف 5 تا شاخه گذاشتیم، تو جهت های مختلف سرزنی انجام دادیم، پاجوش ها تنه جوش ها رو حذف کردیم، شاخه های نازو گذاشتیم به سمت داخل تاج درخت باشه. خوبی که این نوع هرس ها داره، اگه هرس نمی کردیم جدا از اینکه باید سمپاشی کوددهی آبیاری انجام بدیم ملابر از دست می دادیم، محلی می شد برای تجمع آفات بیماری ها و تکثیر اونها. این بهترین حالت هستش. ما در اولین فرصت آبیاری رو حتما شب ها انجام می دیم. الان این درخت 1 هکتار هستش، به 3 قسمت تقسیم شده و ما میتونیم آبیاری قطعی هستش مشخص باشه در تصاویر، حداقل 3 ساعت آب و هر 4 روز یا 5 روز نسبت بافت این خاک آبیاری داریم. میتونیم در اولین فرصت صبح زود یا هنگام بعد از ظهر ساعت 3 به بعد میتونیم معلول پاشی رو یا اگه نیاز بود سمپاشی رو انجام بدیم با دوزی که روی درب همون بسته‌ای رو شرکت سازنده اعلام کردن، حتما از همون دوز استفاده کنید، نه کمتر نه بیشتر. نکات رو رعایت بکنید، سال بعد باز هم این درخت رکورد خواهد زد. آینده خوبی رو برای این باغ انتظار داریم. نکته مهمی که اینجا تو این تصاویر هستش، یه سری از میوه ممکن رو درخت بمونه یا بنا به هر دلیلی پای درخت هستش. نگاه کنید اینا محلی میشه برای تجمع آفات و بیماری ها و انتقال اون به سطح باغ. حتما باید این میوه ها رو از سطح باغ جمع آوری کنید و بیرون از باغ انتقال بدین یا دفع بکنید یا آتیش بزنید. همچنین این شاخه هایی که حرس شده هم همچنین باید در اولین فرصت ببینیم از باغ انتقال بدین. بهداشت باغ خیلی مهم هستش. امیدوارم ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. موفق و پیروز باشید.